آخه چرا یه نفر باید همچین کاری بکنه؟ همه خوب نیست. آدم بدم وجود داره. چون ما توی فانوس زندگی کردیم، زندگی بیرون رو از یاد بردیم. چطور این کارو کردم؟ آدمی که اصلا نمیشناختمش، تو خونه خودش، چطوری همچین بیعقلی کردم؟ آبروم رفت آخه. خودتو سرزنش نکن. نمیدونستی که تهش اینجوری میشه؟ نمیدونستی که اون آدم انقدر بیشرفه؟ تحت تاثیر یه مرد قرار گرفتی، خواستی یه چیزایی رو تجربه کنی، مشکلش چیه؟ زنمو، من خیلی ازت عذر میخوام. من کنارت نبودم، حمایتت نکردم، ولی تو اینجا کنار منی. واسه منم تله گذاشته بودن. میبینی که با خانوادمون دارن بازی میکنن. خب مگه کرونا هنوزم ما رو خانوادم حساب میارن؟ خانواده که فقط به داشتن یه فامیلی نیست. مثلا کرهان یه سمبوله، یه سایه است که میتونی زیرش پناه بگیری. یعنی خانواده، آدمایی که تصمیم میگیرن با هم دیگه زیر اون سایه زندگی کنن. شاید منم اشتباه کردم، موندم. بهتر بود بعد مرگ فؤاد از اونجا میرفتم. هنوزم باورم نمیشه. با اینکه هیچ کس به جز خود من درست حسابی واسه فؤاد عزاداری نکرد، امروز بهم انگ خیانت زدن. گوش کن، واسه یه زن سخته که بیوه بشه، مخصوصا که زندگی کردن با خانوادش سخت‌ترم هست. ازت انتظار دارن بدون جنسیت سر کنی. وقتی عین مردا باشی بیشتر براشون عزیزی. اگه یه روز تو خواسته ها و آرزوها و زن بودن تو به یاد بیاری، اون موقع میشی خاری تو چشمشون. بدتر از تو نیست. آره تو انتخاب اشتباهی داشتی، ولی یه چیزی بگم، مرد خوب وجود نداره. سونا جواب ندیا، نفهمه اینجایی. آخه چرا؟ مگه چیه؟ شما فقط روی خوش و حمایتگر حالیس کرهانو دیدین عزیزم. من میدونم اون چه آدم ظالمیه. الان که عصبانیه هیچ کاری ازش بعید نیست.